میرید فارغ سوالای پایین تر مثلا این شکل، مثلا این سوال 141 میبینید الان تو شناختی ازش ندارید درباره محاسبات عددی، مثلا این سوال سه بار اومده تو کنکور، ولی این جز معدود سوالای سن پدر و فرزندی که تو آزمون دیما داشتین یه بار این نمونهش اومده. حالا این سوالو ببینید، در شکل روبرو ضلع مربع بزرگ 4. خب خیلی لحظه اول این سوالو میبینم میترسن، ولی یکی از دانش آموزان سر جلسه کنکور این سوالو که دیده بود گواهی مشاهدی خیلی راحت حلش کردم، جوابو زدم 8، اصلا حلم نکردم. خوبش کنید چرا حل نکرده، دلیلش بهتون میگم. گفتم چه کار کردی؟ گفتش یه خط اینجا کشیدم، یه خط هم اینجا کشیدم. اگه نگاه کنی این تیکه ها، مثلا این مشکیه دقیقا با این سفیده برابره. گفت من اینو گذاشتم جای این، این مشکیه هم گذاشتم جای این. یعنی الان کل شکل من نگاه کنی یه مربعه که اینجاش همش هاشور میخوره، اینجاش هم همش هاشور میخوره. پس الان کل شکل من تشکیل شده از یه مربعی که نصفش هاشور خورده. خب توی مساحت مربع پی وجود نداره، پی مال دایره است. تنها گزینه‌ای که الان نگاه کنه پی نداره گزینه 4. یعنی شما اگه الان بهتون میگم مساحت هاشور حساب کنید، میگی مساحت مربع رو حساب می‌کنیم 4 به توان 2، مساحت مربع A2 تقسیم بر 2 می‌کنیم میشه چند؟ 8. میریم بازم یه سوال دیگه. فعلا هدفم اینه که ببینید که آقا میشه با هم اطلاعات اولیه سوال زد یا نه. الان دوست دارم سوال 144 رو، خب دقیقا، مرسی مرسی بهاره. الان این سوال رو ببینید، این سوال شکل مقابل از نظر تقارن کدام وضعیت رو دارن؟ همه تو نهار کنه قرار دیگه از الان بعد وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم قسمت ادامهش رو دیگه باید حرفه‌ای تر دنبال کنه. اول قرار بود اصلا به شکل نگاه نکنیم، بریم سراغ چی؟ سراغ گزینه غلط ها. گزینه غلط هاشو اگه بخوام بررسی کنیم، گفتم اونایی که میوتنشو زوجه حتما مرکز دارن. پس الان این گزینه 3 و گزینه 4 قطعا غلط، چون زوجه نگفته مرکز دارن. یا 1 میمونه یا 2. شما فرمتشو نگاه کنید میبینید که همه چی 4 بار تکرار شده. نه الان همه اینا 4 بار تکرار شده، هر چی دیگه نگاه کنه 4، اینا 4 بار تکرار شده. یعنی شما الان همه چیز این شکل رو نگاه کنی همه چیز 4 باره. پس شبیه فرمت مربع، یعنی اگه الان محور و مرکز رو بخواید بررسیش کنید، این یا گزینه 1 میشه یا گزینه 2. معلومه این 4 تا داره، 1 2 3 4. پس ببینید 4 تا محور و مرکز داره. پس بچه ها اگه اطلاعاتون کم کم میگم شکلای بیشتری ببینید، همینا خودش باعث میشه که اطلاعاتون راحت‌تر بررسیش کنید. پس این سوالم داره. یه سوال دیگه که باز تو کنکور زیاد اومده، 8-9 بار سوال ازش داشتیم تا حالا تو کنکور، این شکله، این شکل مساحت شکل روبرو میخوام حساب کنه. خب مساحت 5 ضلعی. آقا یه چیزی بهتون بگم، همه مثلث‌ها مساحتشون قاعده ضرب ارتفاع تقسیم بر 2 دیگه. اولین چیزی که ما تو هندسه میخونیم دیگه، قاعده ضرب ارتفاع تقسیم بر 2. یه مثلثی داریم متساوی الاضلاع که اون داستان چه خورده فرق میکنه، اونم قاعده ضرب ارتفاع تقسیم بر 2ه، ولی چون واسه خودش یه سلبریتیه مساحتش شده رادیکال 3/4 A2. نوشتم، بازم مینویسم تا کلاس فرمولا که احتیاج داری که بیشتر روش مانو بدی کار میکنی، خلاصه فرمولا رو واسهتون بفرستم نگاه بندازی، کم کم مرورش درد میخوره. خب به شما میگم مساحت این شکل تویه رو حساب کنیم، بعضی میگن اینا رو بچسبونیم با هم الاخر. من یه پیشنهاد دادم، نمیخوام فرمولی بدم چون فرمولم بچه ها رو امتحان میکردم دیدم خطا دارن. اولا این شکل رو ببندینش، یه مستطیل میشه، یعنی کیپش کردم قشنگ با فاصله نبندین، کیپش کنه. خب من مساحت 5 ضلعی رو که بلد نیستم، ولی مساحت میتونم کل حساب کنم، دورش رو ازش کم کنم. یه نصیحتی واسه مساحت ها بهتون بگم، شما تو سوالای کنکور اگه یه شکل بهتون میگم مساحت حساب کنید، یا مستقیم میرید خود مساحت هاشو رو حساب میکنید، یا کلش حساب میکنید دورش رو ازش کم میکنید. نمونه واسه حل میکنم این جمله یعنی چی واسه توضیح میدم. حالا اینجا
پنزلی رو نمیتونم حساب کنم. اول مساحت کل حساب میکنم. مساحت کل ما چند در چنده؟ 4 1 2 4 6 8 9